با عرض درود و سلام گرم به شما عزیزان، نوید محمدزاده هستم با زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. خب در برنامه امروز برای شما در رابطه با یک مایچه و آسیب‌های اون حرف می‌زنیم که در ناحیه گردن قرار داره و اسم این مایچه هست استرنوکلوئید ماستوئید. خب دلیلی که این مایچه و این آسیب رو انتخاب کردم برای اینکه این مایچه در خیلی از شرایط آسیب می‌بینه و مشکلات و ناراحتی خیلی زیادی برای شما عزیزان ایجاد می‌کنه. قبل از اینکه بخوام در رابطه با پاتولوژی و آسیب‌های این مایچه حرف بزنم، استرنوکلوئید ماستوئید یا SCM، اول آناتومی اونو برای شما توضیح میدم که متوجه بشید این مایچه کجا قرار داره و چه کارهایی را میکنه. خب اگه ما به گردنمون نگاه بکنیم، دو تا مایچه این دو طرف گردن وجود داره که سطحی هستن و خیلی قابل رؤیت، به قول معروف حتی با چشمم دیده میشه، با دستم به راحتی لمس میشه. دو تا مایچه داریم، یکی از اینجای گردن میاد به اینجای سینه و یکم از این ور. پس دو تا مایچه از جلو که نگاه بکنیم، این مایچه در واقع از اینجا میاد به اینجا. حالا از در واقع اینسرشن و اوریجینش کجاست؟ به این طریقه که یه از طرف بالا این مایچه به یک استخونی از تمپرال وصل میشن به اسم ماستوئید پروسس، به اسمش هم روش استرنوکلوئید ماستوئید. پس این استخون برآمده ماستوئیدی که زیر قشنگ گوش ماست، پشت گوش ماست، در واقع اینجا رو که شما دست بزنید اینجا اینو حس میکنه یه برآمدگیه. این مایچه از بالا به ماستوئید وصل میشه و وقتی میاد پایین دو شاخه میشه، یک سرش به خود جلوی جناق سینه وصل میشه، دقیقا اینجوری میاد و به اینجا وصل میشه، یکی دیگه از اینجا میاد و به وسط کلاویکولا یا کولاربون وصل میشه. در واقع این مایچه فرمش اینجوریه که حالا عکساش هم براتون میذارم، میبینید که چجوریه. و اگه دو طرفش هم بخوام در نظر بگیریم، یکی اینجوریه و دیگری در واقع اینجوری. پس این مایچه از اینجا به استخون جناق سینه و یه قسمتش هم یه سرش هم به وسط کلاویکولا وصل میشه، استرنوکلوئید ماستوئید. پس این استخون ماستوئیده که از قسمت از تمپورال بونه و اینم که کلاویکولا و اینم استرنو یا جناق سینه. اگه بخوایم در گردن این مایچه رو نشون بدیم، برای اینکه بتونیم اینو خوب ببینیم، ببینید این مایچه اگه سر رو بچرخونیم، ببینید اینجا استرنومه و اینم کلاویکولا، یه سرش از اینجا به اینجا وصل میشه و اینم استخون ماستوئیده که به اینجا وصل میشه. کار این مایچه، من دلیلی که سر رو چرخوندم، یکی چرخش سر به طرف مقابله. پس این مایچه الان سمت راست استرنوکلوئید ماستوئید گردن رو به سمت چپ میچرخونه، ببینید سری فعال میشه، و یکی هم به سمت طرف راست خم میکنه، طرف خودش. پس ببینید دوباره اینجا فعال شد. پس کار اصلیش یکی چرخش سر به طرف مقابل و یکی هم خم کردن سر به همون جهت. حالا اگه این ورم همین جوری، پس ببینید یکی چرخش سر به سمت مقابل سری فعال میشه و یکی هم خم کردن سر که میگیم لاترو فلکشن به سمت همسو. حالا دوتاشو با هم خم بکنیم، فعال بکنیم، سر رو به جلو خم میکنه و همچنین این مایچه در تمام فعالیت‌های گردن یه جورایی میتونم بگم که فعالیت داره. از همه مهمتر یکی از استابلیزیتورها و ثبات دهنده های گردنه. پس این یکی از اینجا میاد به اینجا، یکی هم از اینجا میاد به اینجا. در واقع این دوتا مایچه رو میخوام امروز صحبت بکنیم. این مایچه استرنوکلوئید ماستوئید در شرایط متفاوتی میتونه آسیب ببینه و در خیلی از شرایط هم بیش از حد کار میکنه، در واقع اوورترین میشه، اوور اکتیو میشه، هایپر اکتیو میشه، هایپر تون میشه. در واقع تون مایچه زیاد میشه و
دچار خشکی و کوفتگی میشه بیشتر وقتها در بیماری که ما میبینیم. در شرایطی که ضربه ای به سر بخوره، در فوتبالیست ها میتونه آسیب جدی وارد بشه به این ماهیچه، در کارهایی که به طور مثال سر رو استفاده میکنیم زیاد، مثل کارگرهایی که در کارخانجات مشغولن، سرشون رو بالا پایین میکنن شرایط مختلف، و از همه مهمتر پشت کارهای کامپیوتری و دفتری هست که سر معمولا به جلو میره. اگه یادتون باشه برنامه ما داشتیم در رابطه با forward head posture که چون سر به جلو میره این ماهیچه در حالت کشش قرار میگیره و ضعیف میشه، و بعضی هم سرشون به جلو خم میکنن باز این ماهیچه آسیب میتونه ببینه. بیشتر آسیب های این ماهیچه سنوکلوید ماستوئید همون گفتم کوفتگیه تا اینکه پارگی داشته باشه. پارگی در شرایط تروما و اینا پیش میاد، ولی در اکثر مواقع باعث کوفتگی ماهیچه میشه. و وقتی که ماهیچه زیاد و در شرایط اشتباه، مثل بچه بلند کردن، یه وسیله را بلند کردن، یا نمیدونم کار پشت کامپیوتر و همچنین کارهای دیگه مثل رانندگی زیاد که گردن و سر در یک شرایط نامساعدی قرار بگیره، در واقع گردن شاغول نباشه و این ماهیچه فشار بهش بیاد، دچار کوفتگی میشه. و در خیلی از مواقع هم به خاطر آسیب‌های دیگه است که این ماهیچه باز میتونه آسیب ببینه. آرتروز گردن بگیرین تا ناراحتی‌های ماهیچه‌ها و بافت‌های دیگه. خب میدونیم اینجا ده‌ها ماهیچه دیگه وجود داره که هر کدوم از این آسیب ببینن باعث میشه که این ماهیچه بیشتر کار بکنه. یکی از روش‌های دیگه‌ای که خیلی شایع هست و من ده‌ها بیمار رو با این آسیب دیدم، در یک برنامه هم داشتیم، عادت‌های غلط روزانه در فعالیت‌های کاری. کسانی که برفرض ورزش می‌کنن، وزنه‌بردارای وزنه سنگین می‌زنن، به طور عادت اشتباه خودشون اینجوری می‌کنن. وقتی که گردن رو چون وزنه سنگینه اینجوری می‌کنن خودشون رو، این ماهیچه مرتب کار می‌کنه. و چون ماهیچه بزرگی هم هست، در چندین حرکت سر و گردن هم فعالیت داره، سری میتونه اوورکت بکنه. در واقع این ماهیچه تقویت میشه در ابتدا، بعد خیلی تنز میشه. و من دیدم بیماری که حتی بازو کار میکنه این ماهیچهشو سفت میکرد. و یا در ده‌ها بیمار میبینیم که به خاطر اون آپر کراس سیندروم که یک برنامه داشتیم در رابطه اونم، باز forward head posture یا سر به جلو، این ماهیچه اوور اکت میشه. در عکاسان به طور مثال، خبرنگاران، کسانی که تلویزیون برنامه دارن، در خیلی از شرایط به خاطر فرم اشتباه بدن این ماهیچه میتونه دچار کوفتگی و آسیب بشه. معمولا این ماهیچه 3-4 تا تریگر پوینت داره. یکی از دلایل دیگه که میتونه میوفاشیال پین سیندروم هست که میتونه تریگر پوینت ها اینو فعال بکنه و دچار آسیب بکنه، درد شدیدی داره. خیلی از مواقع چون نزدیک مفصل تی ام جی هست، تمپورال مندیبورال جوینت، همون مفصل فک، میتونه آسیب هایی به فک ما وارد بکنه به این مفصل. و از یه طرف دیگه، خب اینجا گوش ما قرار داره، میتونه ناراحتی های گوش ایجاد بکنه، یا کسایی که ناراحتی گوش خارجی و میانی دارن میتونن باز این ماهیچه آسیب ببینه. و از همه مهمتر در واقع ماهیچه منشأ خیلی از سردردها هست که از سرویکوژنیک بگیریم تا مایگرن و غیره، میتونه توسط این ماهیچه ایجاد شده باشه. چرا که میگم ماهیچه بزرگیه، دو طرف بدن و سر رو داریم و در هر حرکت سر یکی از اینا معمولا اکتیو هست. به همون خاطر خیلی حائز اهمیت در نای گردن. و از اونجایی که این ماهیچه وقتی دچار آسیب بشه سریعا فرم گردن رو دچار مشکل میکنه، به همین خاطر خواستم این برنامه برای شما تهیه بکنم که امیدوارم با انجام این تکنیک ها بتونید از خودتون مواظبت بکنید و از ناراحتی های دیگه پیشگیری بکنید. از همه مهمتر برای کسانی که آرتروز گردن دارن، خب گفتیم این ماهیچه در خم کردن گردن و چرخوندن گردن و همچنین جلو و عقب فعاله.
به همین خاطر وقتی که آرتروز گردن داشته باشی گردن کمتر حرکت میکنه و باز این مانکه میتونه دچار ضعف و آتروفی بشه. پس در اکثر آسیب ها و ناراحتی ها و بیماری های گردن و گوش و فک و سردرد و غیره این مایچه باعث مدیریت بشه و به همین خاطر همکاران فیزیوتراپیست باعث به این نکته توجه بکنن که استرونا کلوید ماستوئید یکی از مایچه های خیلی مهمه نهای گردنه و در همه شرایط باعث اینو مدیریت بکنیم. حالا روش مدیریت و درمانش چجوریه؟ اینجا برای شما توضیح میدم. امیدوارم که این برنامه را برای دوستانتون بفرستین، چرا که این برنامه تقریبا برای همه مردم لازمه. دوستان آگاهی ها و نکات و توصیه‌ای که برای این برنامه میکنم تقریبا کسی نیست که لازم نداشته باشه. خب اینجا با هم بریم این نکات و تمرین ها رو برای شما توضیح بدیم. خب همینجور که خدمتتون عرض کردم یکی از دلایل آسیب این مایچه استرونوکلوید ماستوئید بیش از حد استفاده کردن اونه یا همون اووریوز به قول انگلیسی فتیگ میرسه این مایچه، چون فعالیت های زیاد داره. برای این کار یه سری تمرین های نرمشی مثل چرخش شونه ها به بالا، شونه ها تو به چرخ مونیکا آفرین، حالا این مستقیم با اون کار نداره و برعکس آفرین، و گردن رو تنکیو میبرین چپ راست. این با تمرین های ساده بدون فشار باعث میشه این مایچه فعالیت های خیلی خوبی داشته باشه و نرم میشه. یکی بعدی سر میچرخونی چپ و راست، ببینید سریع فعال میشه، منتها چون بدون نیروی زیادی هست اینو نرمشی تلقی میشه و تأثیرات خیلی خوبی داره و جلو و عقب خیلی راحت. هر کدوم از اینا رو 20 دفعه 30 دفعه میتونید انجام بدین که باعث نرم کردن اون میشه. تکنیک بعدی که خیلی خوبه یه سری ماساژ برای تریگر پوینت های مایچه هست که گفتم تریگر پوینت های مایچه 4 تا هستن و خیلی سریع فعال میشن. سرتون میچرخونید به این ور، وقتی که مایچه فعال شد با دو تا انگشتتون سعی میکنید اینو بگیرید، فشار بدید، بگیرید فشار بدید، نگه دارید. در یه جایی میدم یکی از همکاران میگفت اینو تا یک دقیقه نگه دارید. دوستان این زیر این قشنگ کاروتید آرتری یعنی یکی از رگهای اصلی گردن میره که نبضم اینجا میگیریم ما، اینه که زیاد نگه ندارین یک دقیقه دو دقیقه سه دقیقه یک جایی را، همون چند ثانیه یکی دو تا ثانیه ببینید در این حالت برای این خوبه. سرتون پس میچرخون مایچه را پیدا بکنید، حالا انجام بده مونیکا، هاردر بیت هاردر هول بیت لانگر، آفرین. خیلی راحت میتونی خودتون این تکنیک را انجام بدین، نگران فشارش نباشید، تا جایی که درد میتونید تحمل بکنید یکم فشار بدین، ولی یک جا را برای یکی دو دقیقه نگه ندارین. البته اون رگ یکم عمقیه، شما دستون بهش نمیرسه، ولی باز هم برای مطمئن شدن این کار رو، بعد یکی بعدی رو هم به این ور میچرخونید و ببینید شل سر صف نکن، آفرین. دوباره همین رو ماسار میدیم. حالا ما وقتی انجام میدیم روی تخت تکنیک های مختلف دیگه هست که خود همکاران فیزیوتراپیست براتون انجام میدن، ولی این برای منزله. خب یکی از روش های دیگه نرم کردن این یه ذره کرمی از این هیت کرما یا حتی ویکس میتونین به اینجا بمالید و قشنگ اینجوری ماساژ بدین یا اینجوری. پس اونم خیلی تکنیک خوبیه برای از بین بردن کوفتگی. همزمانی که اینا رو انجام میدیم شروع میکنیم به یک سری تقویت های خیلی کم و در طی چند هفته این مقاومت تقویتی رو بالا میبریم تا برای کسانی که ضعیفه این تقویت بشه. برای کسایی که مایچه خیلی خشک شده و در حالت عادی هم بعضی وقتا نگاه میکنیم مایچه بعضی ها رو میبینی که خیلی اکتیوه، اونا تقویتی بونسیرات لازم ندارن. برای کسایی که ضعیفه و در یه سری از شرایط هم برای کسی هم که تقویت شده یعنی قوی هست بازم یک ایمپالس های بهش میدیم که در واقع با سایر مایچه های دیگه این همخوانی داشته باشه. یکی از اونها همین حرکت بود که اولش نشون دادم، حالا به تعداد بیشتر انجام میدین که این مایچه تقویت بشه. بعد میایین دستتون رو میذارید بغل سرتون،
فشار میدیم. ببینید فعال شد این آیزومتریکه. دوستان یکی از متدهایی که در فیزیوتراپی بیشتر استفاده میکنیم یکی تمرین آیزومتریکه، یکی اکسنتریکه. در باشگاه ها و غیره شما نمیبینید. این دوتا متد خیلی برای ریکاوری عالیان. 30 ثانیه نگه میدارید و ریلکس میکنید و 5 دفعه 10 دفعه تکرار میکنید، حتی 3-4 دفعه هم کافیه. بعد طرف دیگر رو میگیرین برای مایچه اینوری. ببینید تا مقاومت میدی این مایچه فعال میشه، چون خم کردن سر یکی از کارهاشون بود. حالا یکی بعدی دوتا دست رو جلو پیشونیتون میذارید اینجوری و به جلو. ببینید حالا دوتا تقویت شد. اینم تکنیک خیلی خوبه برای دوتا همزمان، عالی. اینم باز آیزومتریکه، 3 دفعه، 4 دفعه، 10 دفعه میتونید انجام بدین. 10 ثانیه، 20 ثانیه، 30 ثانیه نگه دارید. ببینید دوستان من هیچ وقت نیومدم یه پروتکل خاصی بدم، بگم مثلا 5 ثانیه، 10 دفعه، برای اینکه بر مبنای توانایی سن شما، نوع آسیب شما، اخلاقیات شما، روحیات شما، شرایط عمومی شما اندازه نیرو باید متفاوت باشه. برای همون همیشه میگم از این تعداد تا این تعداد در این حد میتونه انجام بدین. اینو خودتون میتونید به راحتی اندازه‌شو به دست بیارید. اگه اینو 10 سال نگه داشتین دیدین خیلی خسته شده، یه استراحتی بهش میدین. یه نفر میتونه تا 1 دقیقه نگه داره که خیلی موثره. یکی بعدی چرخش سر بود به طرف مقابل. حالا شما این دست رو میارید اینجا میذارید و سرتون رو slowly return your head while you resist. آفرین، یواش میچرخونید همزمانی که بهش مقاومت میدین. اینم خیلی تمرین خوبیه و دوباره ریلکس میکنید، میچرخونید به این ور، دست رو میذارید اینجا و همزمانی که سر رو میچرخونید به این مقاومت میدین. ببینید این مایچه کار میکنه که خیلی عالیه و همینجوری میتونیم برای طرف دیگه. خب یکی از تمرینای دیگه که خیلی خوبه، یا روی تختی زمین میتونید و اگه از این بالا داشتید چه بهتر، روی این چین تاکه که در واقع سرتون اینجوری میارید بالا و خم میکنید، 10 دفعه انجام میدین. این برای دوتا مایچه همزمان خوبه و 10 دفعه تکرار میکنید، 2 تا 10 تا تکرار میکنید بعد از 2-3 هفته. یکی بعدی میارین جلو نگه میدارید همینجوری hold here chin down chin yes، اینجوری 10 ثانیه 20 ثانیه بر مبنای توانیتون نگه میدارین که باز این آیزومتریک برای دوتا که خیلی تمرین خوبیه. یکی بعدی یکم برو پایین تر، ریلکس پلیز، میارین بالا و میچرخونید به چپ، پس سر صاف میره بالا، میاد بالا و میچرخه. ببینید فعال میشه. repeat پلیز، صاف میاد بالا و در عین بالا آمدن میچرخونید به یک طرف. خیلی تمرین خوبیه، میتونید 2 تا 10 تا انجام بدین. یادتون باشه این تمرین ها روز در میان انجام بدین، لطفا هر روز هیچ وقت تمرین انجام ندید. یکی بعدی میاریم بالا و میچرخونید به این ور برای مایچه اینوری که 2 تا 10 تا میتونید انجام بدین. خیلی تمرین عالی هست. خیلی خوب، تنکیو. تمرین دیگه ای که اگه از این کشا داشتیم بر فرض، میتونید دور سرتون ببندین و حالا سر رو به جلو خم میکنید. تمام این تمرین رو با یک کش میتونید انجام داد. میتونید اندازه یکم بیا جلوتر، میتونید اندازه مقاومت رو تعیین بکنید و خیلی عالی میتونید با یک کش اینجوری تمرین بدین. یکی بعدی میکشین جلو و باز تویست میکنی با همین کش. رپیت، ببینید برای این مایچه الان کار میکنیم. خیلی عالی میتونیم با یک کش این تمرین انجام بدیم. باز برای طرف دیگه، آفرین. یکی بعدی یک کم بیا جلوتر مونیکا، اوکی. حالا ساید فلکشن، میریم به طرف چپ با همون کش وقتی مقاومت میده، آفرین. اینو میتونید به هر جای وصل بکنید و دور سرتون بندازید و این تمرین رو انجام بدین. تنکیو، اوکی.
خب همینجوری که اشاره کردم این ماهیچه چون برای خیلی دچار کوفتگی میشه، کششی ها برای ماهیچه خیلی خوبه. معمولا وقتی تاندون آسیب دیده باشه کششی زیاد نمیدیم، ولی همینجوری که اشاره کردم در خیلی از مواقع به خاطر کوفتگی کششی برای ماهیچه خیلی خوبه. خب اولیشو سر رو میبریم به این طرف و با این دستتون میگیرید و میکشید گردنتون خیلی راحت. این الان کش میاد، 30 ثانیه نگه میدارین، 20 ثانیه نگه میدارین، 3 دفعه تکرار میکنید. حالا ریلکس پلیز. یکی بعدی دستتون میزنید زیر چونتون، حالا با دستتون سرتون رو هول میدین قشنگ تا به سقف نگاه کنید، بالاتر 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 این ماهیچه ها کش میاد. حالا اینجا یکم میچرخونید به این ور، کیپ پوشینگ پلیز. ببینید این ماهیچه الان بیشترین کشش رو داره و خیلی عالی میتونید تمام خشکی و کوفتگی اینو از بین ببرید. و حالا به این ور، this way please، no push up and side way. پس میریم بالا و به بغل. ببینید حتی بدون دستم مونیکا، raise your head up، سر میبریم بالا و حالا میچرخونیم به یکم به بغل. همه میتونیم به راحتی اینو کش بیارید که خیلی تأثیرات خوبی داره. آفرین، عالی. یکی هم که به عقب بود، دوتایی، یکی هم به بغل بود. پس ببینید دوستان، با این تمرین ها و همچنین ماساژی که اینجا گفتم، این قسمت ماساژ بده یکم با دستت مونیکا اینجوری. ببینید انگشتاتون رو بچرخ به این ور که ببینن. ببینید این همون ماساژ پروسسه. اینجا میذارید و یک کم این ماشی یه ذرم به این استخون سکالپ سر وصل میشه که تمام اینجا را میتونید اینجوری ماساژ بدین، تمام این قسمت زیر گوش. برای ده ها بیماری همینجور که اشاره کردم این تکنیک ها کمک میکنه. و تنکی مونیکا، میتونید در عرض چند هفته این ماشی رو به حالت طبیعی برگردونید. اگه ضعیفه تقویت میشه کرد، اگه خشک و کوفته شده میتونید ریلکسش بکنید با این تکنیک ها. و بهونه دیگه برای شما نمونه، آسیبای فکتون رو خوب میکنه، آسیبای گوش و سردرد هاتون خوب میشه دوستان، و دامن حرکتی گردنتون میتونه خوب بشه. ده ها فایده داره. حتی اگه آسیبی هم نداریم، به نظر من این تکنیک ها و تمرین ها، این برنامه رو توصیه میکنم انجام بدین. یادتون نره به دوستاتون آشنایتون بفرستین، عضو کانال یوتیوب روز کلینیک بشین. اینستاگرام ما ده ها مطلب جدید مرتب شیر میکنیم و همچنین تلگرام ما رو فراموش نکنید. خب به اتفاق خانم مونیکا از شما عزیزان تشکر میکنم و با تشکر از کارگردان و برنامه تهیه کننده و فیلمبردار ما. و تا برنامه بعد و هفته بعد، شب و روز خوش، خدا نگهدار.